با سلام و درود به اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران خوش آمدید. من سهراب چمنآرا هستم و هر هفته به مدت حدود نیم ساعت در خدمت شما هستم و بحث و گفتگوی همیشگی ما درباره تغییر قانون اساسی در ایران بوده و خواهد بود. اخبار در ایران از سیستان و بلوچستان بگیرید تا تبریز، از مشهد بگیرید تا خوزستان، آنقدر زیاد هست که می شود ساعتها در مورد اون هر روز صحبت کرد. ولی ما فقط اینجا آمدیم و هفته ای نیم ساعت صحبت می کنیم. فقط و فقط به خاطر تغییر قانون اساسی و تمام هم ما اینه که مردم ایران حداقل قانون اساسی جمهوری اسلامی بخوانند و ببینند که به وسیله همین قانون اساسی این همه مصیبت گرفتارشان شده. عرض کنم که این برمیگرده به اونهایی که در خارج هستند. اونهایی که در خارج هستند باز شامل اونهایی که صدا دارند و تمام رسانه ها را در اختیار دارند. شامل دو گروه هستند، طرفداران مریم رجوی و طرفداران رضا پهلوی، که تمام رسانه ها و ثروت و هر چی بگین در اختیار اوناست و اینها هم یکی دنبال قانون اساسی مشروطه است به خاطر اینکه بهش قسم خورده که رضا شاه دومه و اون یکی هم خب قانون اساسی خودش داره و در آلبانی برای خودشان دارن زندگی میکنند. مشکل ما سر اون افرادی است که در آمریکا رسانه ها دارند و با همون قانون اساسی پوسیده مشروطه که باعث شد که ما اصلا گرفتار قانون اساسی جمهوری اسلامی شدیم، به اصطلاح این حربه اونهاست و ما تمام سعیمان بر این بوده در این مدت چندین سال که میایم اینجا صحبت میکنیم به اونا بگیم آقا یکی از این رسانه های شما مثل کانال یک شما بیان اصل یک و دو از کلیات قانون اساسی مشروطه را بخوانند تا شما بفهمید که این آقای رضا پهلوی قسم خورده که صاحب مذهب جعفری اثناعشری است و باید مروج اون باشه به عنوان یک آیت الله العظما. و اصل دو چه بخوانید از کلیات که میگه تمام مجلس شورای ملی که به هم خلد الله سلطان یعنی همین آقای رضا پهلوی درست شده باید تمام قوانینی که به اصطلاح اجرا میکنه و تصویب میکنه هیچ گونه مغایرتی با دین اسلام نداشته باشه. متا ایشان میاد به این ملت که اصلا در خواب و فکرش سنگ شده متحجره میگه که آقا من معتقد به قانون اساسی با جدای دین از حکومت هستم. به اینها داریم میگیم علاوه بر قانون اساسی شو اصل یک و دو از کلیات اصل 27 بخوانید که میگه اگر ایران صاحب 3 تا قوه مجریه و مقننه و دادگستری شد همه اینها از آقای رضا پهلوی منشعب میشه، ناشی میشه و از همه اینها بدتر اون آیتم مربوط به تشکیل مجلس مؤسسانه که میگه وقتی در مجلس مؤسسان میایید میخواید قانونی عوض بکنید، قانون اساسی عوض بکنید که فرض بفرمایید رضا شاه دوم تعیین بکنید، شما حق ندارین در مورد دو چیز صحبت بکنید. این شرح مجلس مؤسسانتون، یکی اختیارات آقای رضا پهلویه که میخواین شاش بکنید و دیگری مذهب شیعه و اثناعشری. در این دو مورد شما حق بحث ندارید. حالا یک عده رفتن ایشان بعد از اینکه شاهنشاه آریامهر فقید فوت کرد 40 سال پیش 41 سال پیش رفتن در مجلس شورای ملی برای خودشان مجلس مؤسسان تقلبی درست کردند با وجود شهبانو که طبق تاجگذاری شاهنشاه آریامهر فقید تا
تاج سلطنت روی سر شهبانو گذاشته شده بوده و ایشان نایب السلطنه بوده، اون اصلا کنار گذاشتن رفتن یه آقا شاش کردن. بعدش این افراد با مخ و افرادی که به اصطلاح از تحصیل کرده های رژیم سابق هستند میان و میگن که بله قانون اساسی مشروطه بسیار پیشرفته است و مردمی میباشد، به خاطر اینکه اصل 26ش میگه این قانون از مردم منشأ میشه، در حالی که همینها نمیان اصل 26 بخوانند کامل که میگه قوای مملکت ناشی از شاه، منتها اون قانون تعیین میکنه. دور اصل 27 وقتی که قانون براشان تعریف میکنه میگه بله قانون یعنی قلد الله سلطان اعلی حضرت، همه چیز ناشی از اونه. ما فقط مشکلمان همینه و اینقدر کارت به استخوان ملت ایران رسیده که هر فاجعه ای براش نعمته. یعنی اینکه اصلا ملت ایران آنچه در فقر و فلاکت و بحرانی زندگی میکنه که اگر امروز ازش سوال بشه که آقا شما فکر میکنید اگر یک چنگیز مغولی از مغولستان بلند شه و بیاد ترتیبی این آخونداره بده، فکر میکنین وضع بهتر میشه؟ میگن آقا وضع بدتر از این نمیشه، ای کاش چنگیز مغول بیاد. پلاکات دستشان میگیرن، لیاخوف کجای؟ لیاخوف کسی است که به فرمانده قزاق روزها بود که در زمان محمد علی شاه مجلس شورای ملی به توپ بست. حالا داستان رضا شاه روحت شاد بماند که اصلا اونه برای سلیمانی میخواندن که اونه رئیس جمهور بکنن. به هر حال اینها مشکل ماست. ملت ایران در بی آبی و تشنگی زندگی میکنه. امروز که فاجعه سیل از هفته پیش در ایران شروع شده و زاهدانی که اصلا توی بی آبی و تشنگی چیدن زیر آب، این فاجعه سیل از سیستان و بلوچستان بگیرید تا تبریز، استحبانات در خود آمار کشتشگان از 100 نفر هم بیشتر بوده در همین 3-4 روز گذشته. این از نظر آخوندها یک نعمته، میگن خب این همش آبیست که خدا داده، حالا 200 نفر هم مردن چه عیبی داره. من قبل از اینکه بیام یک چیزی مینویسم که اینه از روم میخوانم و در یوتیوب میگذارم، در فیسبوک هم میگذارم و اساس صحبت ما امروز روی همینه. من نوشتم مردم ایران به دو قسمت تقسیم شده اند. یک، داخل ایران متشکل از 80 میلیون در بند آخوند در فقر و فلاکت و بحران که امتی برده شده اند و آخوندهای حاکم با وقاحت و خیال راحت به نام خدا مشغول غارت ایران هستند. دو، خارج ایران که میگویند 10 میلیونی شده اند و اکثرا از بد حادثه امیدی به بازگشت ندارند و باید در خارج شاهد کارهای وقیحانه دو گروه در رقابت با آخوند برای رسیدن به قدرت باشند. از سال 57 که 1.5 میلیون ایرانی ثروتمند قبل از شاه فقید به گفته خودش از ایران فرار کردند، حالا تعدادشان با چند میلیون ثروتمند فرستاده رژیم آخوندی برابر شده و با در اختیار داشتن تمام رسانه‌های خارجی بدتر از داخل ایران، کارشان فقط اتهام زدن به مخالفان رضا شاه تقلبی و رئیس جمهور تقلبی مریم خانم در خارج هستند. مردم در بند در داخل ایران جلوی مجلس شورای اسلامی فریاد می‌زنند و پلاکارد در دست می‌گیرند: لیاخوف کجایی؟ به دادمان برس. مردم در انتظار چنگیز مغول هستند و شعار رضا شاه روحت شاد همه جا گفته می شود. دو اقلیت ثروتمند و رساندار ایرانی در خارج در آرزوی فاجعه رهبری و به قدرت رسیدن رضا پهلوی و مریم رجوی هستند
تا به خیال خودشان از شر شیخ و شاه و شحنه خلاص شوند. در داخل ایران که مردم آب برای آشامیدن ندارند، به خاطر این همه سدسازی و چاهزنی غیر مجاز و غیر قانونی در 30 سال گذشته برای غارت ایران، حالا که سیل در سیستان و بلوچستان و فارس صدها کشته به جا گذاشته، آخوند حاکم آن را نعمت الهی می داند. در خارج ایران که ایرانیان اگر انتقادی از رضا پهلوی و مریم رجوی بکنند، توسط شعبان بی مخها و با مخها کوبیده می شوند، دستگاه های تبلیغاتی این دو نفر فاجعه آور را نعمتی برای رهایی ایران از بند آخوند همزاد خودشان می دانند. این هم لینک یوتیوب سخنان این هفته با عنوان در خارج ایران دو اقلیت ثروتمند و رساندار در آرزوی فاجعه رهبری رضا پهلوی و مریم رجوی برای هفته دوم مرداد 1401 شمسی. ما اگر اینجا میاییم و انتقادی از این دو میکنیم، چون اینها این دو فرقه یا این دو گروه تنها مخالفان حتی بحث در مورد قانون اساسی هستند. چون اگر بحث در مورد قانون اساسی شروع بشه و مردم قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی مشروطه مال 50 سال پیش بخوانند، متوجه میشن که چرا این گونه گرفتار و بدبخت و فلاکت زده شدن. هیچ راهی هم ما در خارج برای رهایی از این دست این دو نفر نداریم، به خاطر که اینها هم پول دارند، هم رسانه دارند و همه چیز در اختیار دارند و به اصطلاح تشنگیشان برای پول بیشتر اصلا تمامی نداره. یعنی در آمریکا اگر کسی صاحب 1-2 میلیون دلار باشه، دیگه میتونه تا آخر عمرش راحت مثل شاه زندگی بکنه. ولی رضا پهلوی که 47 سال پیش در سن 16 سالگی با 150 میلیون دلار فقط پول تو جیبی و 150 میلیون دلار کاخهای که ایشان در خارج داشته آمده آمریکا، و شما به رزومه این شخص نگاه بکنید، فقط تنها فعالیتش این بوده که در اون موقعی که جوان بوده یک سفری به سوئیس بکنه، بره با بانک‌ها صحبت بکنه که شاید بتوانه اون 60 میلیارد دلار یا 20 میلیارد دلار سپرده‌های شاه فقیده در سوئیس این کش بکنه. نتوانسته، به خاطری که شاه یک دستوری داده به بانک، این پول فقط متعلق به شاه ایرانه. بنابراین آمدن ایشان 41 سال پیش، آقای علی خانی و آقای امیر طاهری رفتن در لس آنجلس یک جلسه درست کردن. آقام دستش گذاشت رو قرآن و به مشروطه و قرآن قسم خورد که حافظ مشروطه، شد رضا شاه دوم. و بعدش رفت سوئیس که گفت من رضا شاه هستم و آمدم پولا رو بگیرم. بانک سوئیس بهش خندید، گفت برو به کار، دولت جمهوری اسلامی قبل از تو آمد اینجا، سعید خدا عالم سعی کردن نتوانستن تا یک سنت از این پولا رو برداره. بود دیگه در بعد از انقلاب در مدارک شرکت نفت معلوم شد که 20 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران به حساب مخصوص رفته در سوئیس. همون سال اول وقتی که نزیه رئیس شرکت نفت بود، آمدن سوئیس، هر چه سعی کردن وکیل گرفتن، حتی نتوانستن یکی از این کاخ ها در سوئیس اینا ضبط بکنن. هیچ، این کار آقا بوده. تا 10-11 سال پیش که جنبش سبز در ایران شروع شد، آقام شروع کرد به شورا درست کردن، شد سخنگوی شورا، بعد شد فرشگرد درست کرد، ققنوس درست کرد، جمهوری خواه درست شد و اخیراً اصلا مضحک‌ترین و خنده‌دارترین مسئله‌ای که الان در اپوزیسیون خارج هست،
شورایی است که آقای رضا پهلوی با 4-5 تا از این گروه های پان ترک و پان عرب و پان کرد و پان بلوچ و پان الاهوازی و اینا درست کرده و اصلا خجالت هم نمی کشه که بیاد بگه آقا اینا کارشان غلطه. بس هست بین این یکی اون طرفی این صحبت میکنه، درست مثل همون شورای 11 سال پیش که چه بسا بزرگان ایران در خارج به این آقای رضا پهلوی می آمدن می گفتن که آقا این اصل 11 اصلا یعنی تجزیه ایران، اون می گفت نه شما اگر ایرادی دارید بیایید اول پولتون بدید در اون شورا ثبت نام بکنید که از 1000 دلار بود تا 100,000 دلار که حدود 400 500 هزار 600 700 جمع کردن که همه جمع خود رضا پهلوی بالا کشید و این داستانش بمانه. حالا بعد از این همه مدت جمهوری خواهی و رضا با این شورا درست کرده با افرادی که علنا دارن حرف از تجزیه ایران میزنن، الاهوازی و البلوچ و پانترک استانبولی و پانکرد و اینا، این آقاست. و اگر شما به این بگید آقا بیا در مورد قانون اساسی صحبت بکن و یا این از این افراد متحجری که طرفدارت هستن و رسانه تو هستن مثل کانال یک شهرام و همایون، بگی آقا این چه کاری داره برای شما؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی مشروطه را جلوتان بگذارن، جلوش بگذاره و این آقا دو صفحه است بخونه. اصل 1 و 2 از کلیات، اصل 26 که اینا خیلی مدعی هستن که اصل 26 ثابت میکنه که قانون اساسی مشروطه بسیار مردمیه، اصل 26 یک خطه ولی اصل 27 حدود 10-20 خطه. اصل 26 و اصل 27 بخوانن و اصل الحاقیه مربوط به تأسیس مجلس مؤسسان، همین 5 تا اصل آقای شهرام و همایون بخوانه و تلفن ها رو اون موقع باز کنه و بگه آقا بفرمایید به من بگید که کجای این قانون اساسی، هر که میگه قانون اساسی مشروط، نه آقا 4 تا آخونده بردار. بابا قانون اساسی مشروطه به مراتب مذهبی تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی. ما اینه بارها و بارها گفتیم که اگر شما در قانون اساسی مشروطه جای آخوند، جای اعلی حضرت، همایونی، شاهنشاه، خلدالله سلطان، هر چیه که میبینید عوض کنید و بنویسید آخوند یا بنویسید آیت الله و بعد قانون اساسی آیت الله را با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه بکنید، میبینید که قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب پیشرفته تر و قابل اصلاح کردن هست از قانون اساسی مشروطه. منتها این کار هرچند که ما 10-15 سال از دائم اینه میگیم و هر شاه اللهی به اصطلاح اینه میگیم که آقا برو قانون اساسی مشروطه رو بخوان، میگه نه قانون اساسی مشروطه خونبهای جانفشانی قهرمانان مشروطه است. بله قهرمانان مشروطه مثل همون بیچاره هایی که جان خودشان برای انقلاب فدا کردن و شاه از ایران رفت، بعدش آخونده آمدن اصلا قانون اساسی که به اصطلاح به خورد این ملت دادن اون قانون اساسی نبود که آقای خمینی زیر درخت سیب و قبل از انتخابات یعنی رفراندوم 12 فروردین 58 میگفت. به مجردی که رفراندوم شد و مردم گفتن بله اگر این جمهوری اسلامی همینه که آقای خمینی میگه و مردم رأی مثبت دادن، آقا رفت در مجلس خبرگان خودش یه قانون اساسی همین جمهوری اسلامی نوشت که ما گرفتارش هستیم و تمام سعی مردم از 43 سال پیش برای تغییر همین قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که اولینش در کردستان بود که یادتان هست اعتراض مردم باعث شد خلخالی و ارتش و همه برن کردستان و اون کشتار از کردها کردن فقط به خاطر اینکه با
اصل 110 مخالف بودن و اصل ولایت فقیه میگفتن نباید تو قانون اساسی باشه. این شد مبارزه مردم از 43 سال پیش. حالا توی این مدت فراخوان ها داده میشد که ما در فیسبوک ما در همه جا گذاشتیم، مخصوصا کوروش زعیم بیشتر در دانشگاه تبریز و شیراز و تهران سخنرانی میکرد. یک خانم جوانی بود اون موقع به نام سحر مهرابی در مورد قانون اساسی در مقابل رهبر صحبت میکرد که ویدیوش هست، برید تحقیق بکنید، در یوتیوب هست. فقط نام سحر مهرابی در یوتیوب سرچ بکنید، ویدیوش میاد که جلوی رهبر حرف از قانون اساسی میزنه و بعد رهبر کنارش میکشه و بهش میگه، میگه انتقاد چیز خوبی است ولی اغراق نکنید. این جواب رهبر بوده به سحر مهرابی. خانم نسرین ستوده هست، اینها هستن، اینها ده ها سال هست که در مورد قانون اساسی فعالیت میکردن در داخل ایران، زندان ها رفتن، تا اینکه 3 سال پیش 14 نفر از جان گذشته میان یک بیانیه میذارن که اون میشه ایران واقعا در یک مرحله قرار میده که اگر مخالفت همین دوتا فرقه یعنی رضا پهلوی و مجاهدین نبود و اونها هم حمایت میکردن با این همه رسانه که دارن، از 3 سال پیش تا الان ما به یک نتیجه رسیده بودیم. ولی همین مخالفت اینها، اولین کاری که کردن گفتن اینا 14 معصوم هستن. اینا چیزایی هست که 3 سال پیش همین موقع، برید ویدیوهاشون رو نگاه کنید، 14 معصوم. بعدش گفتن نه، اینها همه جاسوس های جمهوری اسلامی هستن. این تنها وسیله حربه این چاپلوس های رضا پهلویه. تا میبینن یکی داره یک حرفی میزنه، نخواه، این حتما جاسوس جمهوری اسلامی، این سپاه اطمینان جمهوری اسلامی، حرفاشون فقط همینه، یعنی از این جلوتر نمیره. یعنی ما هر چی به اینا میگیم آقا بریم اصل 1 و 2، اصل 27، اصل الحاقیه قانون اساسی مجلس مؤسسانه بخونید، اصلا گوششان از این گوش میگیرن، از اون گوش بیرون میدن و میگن اینا همه جاسوس هستن، اینا همه به اصطلاح فراری های 57 هستن، در حالی که خودشان، مثلا میخوام، اینا همه شورشی های 57 هستن، در حالی که خودشان فراری های 57 و 56 به گفته شاهنشاه آریامهر هستن. ما اون چیزی که میگیم به عنوان سند نوشتیم در وبسایت قانون.org، اونجا هست، شما برید در قانون.org، آدرسش هم اینجا میبینید. در اونجا گفتیم آقا این تغییر قانون اساسی که منجر به تغییر رژیم خواهد شد در 8 مرحله انجام میشه و 3 سال پیش با بیانیه 14 تن ما در مرحله 4 هستیم و مورد مرحله 5 نخواهیم شد مگر تمام ملت ایران، تمام شعارشان بشه تغییر قانون اساسی. ولی این نمیشه به خاطری که تمام رسانه ها در اختیار این 3 گروه آخوند و رضا پهلوی و مریم رجوی. یعنی اینها اگر فقط و فقط یک بحث و گفتمان قانون اساسی در داخل ایران شروع بکنن، ما وارد مرحله 5 میشیم. و اگر دولت آمریکا ببینه که موضوع قانون اساسی مطرح شده، دولت آمریکا هم پشتیبانی میکنه از این حرکت، به خاطری که دولت آمریکا نگاه بکنه به رای دهندگانشون، کیا پول برای رای دادن این دموکرات یا جمهوری خواه میدن، تمام این افرادی که مخالف رژیم جمهوری اسلامی روی هم بگذاری ثروت 1 میلیون 2 میلیون دلاری هم نمیشه، در حالی که اینا میلیارد دلار در اختیار دارن، تمام رسانه هم در اختیارشان هست و خب اینها هم برای کمک های انتخاباتی همه کمک ها رو میکنن، بنابراین اونها هم به حرف های اینا گوش میدن. دولت آمریکا میاد از دیدگاه خودش نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی میکنه که اونجا این قانون اساسی نوشته ارتش ما متعلق به ما نیست، بلکه متعلق به حماس، متعلق به یمنه، متعلق به حزب الله، متعلق به هر جایی است که با آمریکا مخالفت داشته باشه.
اون موقع ما وارد مرحله پنجم میشیم. وقتی که تحریم های آمریکا هوشمندانه بشه، یعنی تحریم از روی ملت ایران بردارن و تحریم روی این دزدان و غارتگرانی که گفتیم به تایید خود آمریکا و بی بی سی و انگلستان ثروت ایرانی های خارج از ایران به 2000 میلیارد دلار میرسه. حالا اغراق نباشه که ما همیشه میگفتیم اینا 1000 میلیارد دلار آخوندها دزدیدن آوردن. قبل از انقلابم نمونهش رضا پهلوی است که میگه بعد گفت 600 میلیارد دلار خاندان پهلوی است. اینا همش هم سند داره، یعنی سندش گفتنیه. الان عالی ترین مدرک کتابی است که فریدون هویدا که سفیر شاهنشاه آریامهر در سازمان ملل بود، برادر امیر عباس هویدا نخست وزیر 13 ساله ایران و وزیر دربار شاهنشاه، که در کتاب خودش که به فرانسه چاپ شده دقیقا نوشته که اولا قاتل برادر من شاهنشاه بوده، و دوما تعریف میکنه که ما در شامی بودم با برادرم و تعریف میکردم که این میگفت من به اعلی حضرت گفتم آقا مردم دیگه داره صداشان در میاد، به خاطر این همه هر پروژه‌ای که در ایران اجرا میشه باید کمیسیونی به خاندان پهلوی داده بشه. اعلی حضرت در جواب گفته کمیسیون گرفتن در تمام دنیا رسمه، چه عیبی داره که خاندان پهلوی هم کمیسیون بگیرن؟ بله، اشرف پهلوی و شهرام پهلوی که دفتر داشتن در خیابان ویلا روبروی شیرینی فروشی دانمارکی، اون یک دفتر دیگه داشتن در خیابان فیشرآباد بالای تی بی تی. هیچ پروژه بالای 10 میلیون دلاری در 10 میلیون تومانی اون موقع نبود، مگر اینکه کمیسیونی به اشرف پهلوی و خاندان پهلوی پرداخت نشه. از نیروگاه اتمی بگیری تا خریدای نظامی یا هر کار دیگری که شما اسمشو بذارید بالای 10 میلیون تومن اون موقع باید کمیسیون 10% و 20% به اینا پرداخت میشد. بنابراین الان هم میگن ثروت ایرانی های خارج از ایران حدود 2000 میلیارد 2 تریلیون دلاره. این چیزی نیست که من گفته باشم، بحثی است که در بی بی سی هست و در بقیه هست. برای ما هر هفته میایم اینجا، فقط سعی و کوششمان نشان دادن بدبختی های ایران به خاطر قانون اساسیشه، و سعی میکنیم قانون اساسی در ایران عوض بشه و مردم در مورد قانون اساسی بیشتر صحبت بکنن، بفهمن، و الا حرف برای گفتن زیاد هست. و این هفتم که فاجعه سیل در ایران کولاک کرده و واقعا جای تأسفه، و همین سیل آخوندها نعمت میدانن که مسئله بیابی الحمدلله خداوند با دعای خامنه ای حل کرده. دیگه ما چه بحث دیگری می توانیم داشته باشیم به غیر از این که بیایم بگیم آقا قانون اساسی عوض کنید تا تمام گرفتاری‌هاتان حل بشه. تا هفته آینده، خدا حافظ شما.